جهنم، آتش جهنم هفت جور عذاب اونجا هستش. یکیش سوختنه، یکی از عذابای جهنم تاریکیه. عجیب تاریک اونجا، تاریکی خودش عذاب داره دیگه، الان برق بره تا بیاد بد میزنه. یکی از عذابای جهنم بوی گند جهنم، اصلا همیش کدوم نبود بوی گندش. پیغمبر فرمود ابو ذر پیرن یه دونه جهنمی رو تو آسمان دنیا آویزون کنن، یه دونه جهنمی رو، تمام اهل دنیا از بوی گندش میمیرن، انقدر بوی گند. یه دونه عذاب جهنم، یه دونه عذاب جهنم تنگی جا هستش که امام ششون فرمودند از میخی که به دیوار میکوبید جهنم تنگ تره. یه عذاب جهنم اینه که هیچ کسو ندارن، هیچ دادرسی ندارن، هست هلال احمری بیادم، چیزی بشه، زلزله بشه، زندان خراب بشه، رژیم برگرده، حتی هست هست، این خودش عذاب شدیدیست. هیچ لایون سرون، هیچ کمکی از هیچ جا برشون نیست. این یه عذابی، یه عذاب اینه که خود اهل جهنم که به این تنگی پلو همان، خودشون به شدت با هم دشمنند. این خودش یه عذابی، اگه با یه نفر که خیلی بدی بکنند یه سایه یه جایی ببین چقدر بد میذاره، همشون با هم دشمن، که اهل بهشت همه با هم دوستن، اینم اونم یه دشمن، عذابی خودش، اونم خیلی شدید عذاب داره. زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه کسی بره از حرم که میاد بیرون تا 50 نفر هر کی باس روبوشی کنه اهل بهشت. هر کس به زیارت امیرالمؤمنین رفت انگار به زیارت خدا رفت. اوج معارف اینه. اما از ثواب زیارت سوال کرد از امام صادق علیه السلام، از دو رکعت نماز خوندن بالا سر امیرالمؤمنین فرمود برابر است با 700 هزار رکعت نماز. سوال کرد آقا یک شب تو نجف بخوابیم چه خواهد ثواب داره؟ فرمود یک شب بیتوته در نجف برابر با 200 هزار سال عبادت است. جنات ثمانیه روایت میاره الله اکبر ان نفسو عند علی ابن ابی طالب افضل من عبادت 14000 سنه. یه نفس کشیدن تو نجف، یه دم و بازدم برابر با 14000 سال عبادت. اگر قرار بود خدا به صورت در بیاد علی بود. زیارت سندم معتبر، مولا درزش نمیره، هر کی میخواد قبول نکنه قبول نکنه.